سلام. اولین باره برای یک نفر درد و دل می کنم و کمک می خوام. من خیلی استرس دارم. کوچکترین موضوع برام خیلی پر استرس و سخت میشه. من یک ازدواج ناموفق داشتم و برای ازدواج دوم خیلی خیلی می ترسم و اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم. همش فکر می کنم دیگران چی میگن. نگرانیم حرف مردمه. من خیلی دوست داشتم برم از ایران و خارج از کشور زندگی کنم، ولی به خاطر وابستگی به مادرم نتونستم و همیشه در حسرتش هستم و فقط فکر میکنم برم خارج از ایران زندگی بهتری خواهم داشت. الان هم با پسر داییم رابطه دارم که در فکر ازدواج هستش با من، ولی من خیلی نگرانم و میترسم از آینده. پسر داییم یک پسر شهرستانیه، خیلی آدم خوبیه، ولی من همش نگران حرف مردم هستم. ممنون میشم منو کمکم کنید و راهنماییم کنید. من نفهم حرف مردم منظور این مهربانو چیه. میگه حرف مردم، شما ازدواج اول کردی موفق نبوده، به نظر میاد خوشبختانه بچه هم نداری و الان پسر داییتون میخواد با شما ازدواج کنه. حرف مردم من نمیفهم دل اشکالش چیه اینجا که شما انقدر از حرف مردم نگرانی میترسی. ای کاش توضیح میدادی مهربانوی ما که آخه از چیه حرف مردم میترسی. اگر مثلا میگفتی که میخوام بویفرند بگیرم و حرف مردم میترسم، یا میخوام این کار بکنم، نمیفهم. مسئله آبرو و حرف مردم میدونی خانم ارشادی یه موزل جدی فرهنگی ماست، یک فقر بزرگ فرهنگی ماست که ما دائما باید به خاطر مردم زندگی کنیم و نه به خاطر خودمون. سوال من از تو مهربانو اینه، آیا این پسر خالت دوست داری؟ بین 1 تا 10 چه شماره ای میدی به عشق این به این پسر خالت؟ چون پراکنده ای، گمگشته ای، میخوای بری خارج، میخوای بری اینجا، میخوای بری اونجا، اصلا نمیدونی کیستی، نمیدونی چی میخوای. به نظر میاد که پسر خالت تو فقط چون آدم خوبیه و دلش میخواد تا تصمیم داره باهات ازدواج کنه دوستش داری، نه به خاطر خودش. آیا میترسی از اینی که دوستش نداشته باشی باش ازدواج کنی؟ آیا میترسی از اینی که ازدواج کنی و دوباره به طلاق؟ اینا رو باید باز کنیم. آخه من چجوری متوجه بشم از این ایمیل های شما؟ از چی میترسی که میگی از آبرو میترسم با پسر خالم منو دوست داره میخواد با من ازدواج کنه؟ باز کن. منظورت اینه که پسر خالت بیاد خونتون بره میترسی مردم حرف بزنن؟ آخه من چه میدونم تو چی میگی، از چی میترسی؟ لطفا واضح تر بنویسین، سویت، شورت، کوتاه و خلاصه. اینجوری قشنگ من میتونم خیلی بهتر به شما کمک کنم. شما یه کلی کلمه کلی نوشتی از آبروم میترسم، ولی نمیگی میخوای چیکار بکنی که میترسی از آبرود. به همین دلیل متاسفانه من نمیتونم بیشتر از این کمکت کنم. اگر صدای من رو شنیدی لطفا اگر میخوای یه مقدار توضیح بیشتر بده در آینده دوباره برای ما ایمیل بفرست و این آبرو رو برای من لطفا باز کن که شما چیکار میخوای بکنی که میترسی از آبرود، که از حرف مردم میترسی که مردم چی میخوان بگن پشت سرتون. و اگر پسردایی تو دوست نداری لطفا باش ازدواج نکن. این به صرف این که چون قبلا ازدواج کردی خواستگار پیدا نمیشه، حالا اینجا پسر خوبیه که میخواد با من ازدواج کنه، این کافی نیست. این عادلانه نیست برای اون و برای شما. عشق نباید یک طرفه باشه، عشق باید دو طرفه باشه. و گود لاک.